سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما در این ویدیو قصد داریم در رابطه با روی صحبت کنیم. 1,000,000 بار قوی تر از دارو هست. سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه، از بدن محافظت میکنه. در این ویدیو قصد داریم علائم کمبود روی بر بدن رو به شما معرفی کنیم و از بهترین منابع اون نام ببریم. غذاهای گیاهی حاوی مقادیر کمتری روی در مقایسه با پروتئین‌های حیوانی هستند. روی یا زینک جزء 15 عنصر معدنی و ضروریه که بدن ما به اون نیاز داره. در بدن انسان حدود 1-4 گرم روی، به طور متوسط 2.2 گرم وجود داره که معادل نیمی از آهن بدنه. مقدار این عنصر در بعضی از اعضای بدن بیشتره که نشون دهنده نقش اون در این ارگان هاست. بیشترین مقدار روی در چشم، پانکراس و پوست ذخیره میشه. همراه کانال فارسی مدیا باشید تا شما رو با اطلاعات جالبی در خصوص روی آشنا کنیم. بریم سراغ علائم کمبود روی در بدن. یکی از نشونه های بارز و عامیانه کمبود روی در بدن خستگیه. از جمله نشونه های دیگه مثل نازک شدن تارهای مو و ریزش مو. اما کمبود روی در بدن همیشه در حد این علائم و نشونه ها باقی نمیمونه. گاهی کمبود این ماده در بدن مشکلاتی رو ایجاد میکنه که فراتر از این حد هستن. اولین موردی که به اون میرسیم وجود مشکلاتی در کارکرد دستگاه عصبیه. کمبود روی در بدن روی سیستم دستگاه عصبی انسان تأثیر ویژه‌ای داره. از جمله باعث میشه که کودکان دچار اختلال حرکت بشن که این اختلال میتونه تا دوران بزرگسالی ادامه داشته باشه. باید توجه کرد که میزان مصرف روی یا زینک در بدن باید در حد تعادل باشه و نه بیشتر و نه کمتر. مورد بعدی ضعف دستگاه ایمنی بدنه. فقر آهن تأثیر مستقیمی روی سلول‌ها و بافت‌های بدن داره. در کمبود آهن، آهن لازم برای تولید هموگلوبین که مسئول جابجایی اکسیژن کافی نیست و به دنبال این قضیه علائمی مثل خستگی، تپش قلب و کمبود انرژی در بدن نمایان میشه. همچنین فقر آهن باعث مبتلا شدن به بیماری‌های عفونی هم میشه. مورد بعدی اسهاله. با کمبود زینک در بدن و اختلال کار دستگاه ایمنی فرد دچار اسهال میشه. تعداد زیادی از افراد به ویژه کودکان سالیانه بر اثر ابتلا به این مشکل از بین میرن. بریم سراغ مورد چهارم. حساسیت به مواد غذایی و محیط اطراف. استرس مزمن به نحوی باعث ایجاد کمبود کلسیم و زینک در بدن میشه و این امر باعث افزایش مقدار هیستامین در بدن میشه. هیستامین در بدن باعث واکنش های آلرژی مثل عطسه و آبریزش بینه میشه. البته هیستامین زیادی. افزایش هیستامین حساسیت بدن رو بیشتر میکنه. بریم سراغ مورد پنجم. نازک شدن تارهای مو. یکی از مشکلات افرادی که دچار کمبود زینک هستن کمکاری تیروئیده که باعث نازک شدن و ریزش مو میشه. سلامت هورمون های تیروئید در جذب زینک تأثیر ویژه‌ای داره. در نتیجه گاهی لازمه برای ریزش مو علاوه بر درمان تیروئید از مکمل زینک هم استفاده کنیم. مورد بعدی مشکل روده نشکننده است. اختلال در جذب روی میتونه مشکلاتی مثل بیماری های خود ایمنی و مشکلات تیروئیدی رو به وجود بیاره که مکمل های زینک میتونن حساسیت و نفوذپذیری روده ها رو درمان کنن. مورد بعدی جوش های روی پوسته. همین اختلال روده نشکننده که بر اثر کمبود روی به وجود میاد خودش میتونه مشکلات پوستی رو هم به وجود بیاره مثل جوش و آکنه. حالا نقش روی در بدن چیه؟ روی کارکردهای زیادی در بدن داره. این ماده معدنی باعث بهبود عملکرد سلول ها میشه و تقریبا با عملکردهایی که در بدن از خودش به جای میذاره به حدود 100 آنزیم موجود در بدن کمک میکنه که وظایف خودشون رو به درستی انجام بدن. آنزیم های مولکول هایی هستن که باعث میشن در بدن واکنش های شیمیایی رخ بده. بریم سراغ مواد غذایی حاوی روی. اولین مورد اسفناج. اسفناج منبع گیاهی برای دریافت روی. خوردن سالاد حاوی اسفناج روش آسونی برای دریافت روی بیشتر در رژیم غذایی. مورد بعدی قارچ.
قارچ‌ها انواع مختلفی دارن. قارچ‌ها از هر نوعی که باشن سرشار از روی هستن. قارچ علاوه بر روی حاوی ویتامین‌ها و مواد معدنی مختلفیه. هر 100 گرم قارچ 7.66 میلی گرم روی داره. مورد بعدی کنجد. کنجد غنی از رویه، اما از اونجایی که نمیتونید مقدار زیادی از اون رو در یک وعده غذایی بخورید، میتونید اون رو روی غذاهای مختلف بپاشید تا از مواد مغذی موجود در اون بهره مند بشید. کنجد علاوه بر روی حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب تک اشبا نشده و چند اشبا نشده است که به سوزاندن چربی بدن کمک میکنه. مورد بعدی نخود فرنگیه. نخود فرنگی مفید برای کمبود رویه. نخود فرنگی فواید زیادی برای سلامتی داره، از جمله پیشگیری از سرطان، تامین انرژی بدن، کند کردن روند پیری و کمک به تنظیم سطح قند خون. 100 گرم نخود فرنگی حاوی 1.24 میلی گرم رویه. میتونید این ماده غذایی مفید رو به سالاد یا سوپ اضافه کنید و از این طریق از مواد مغذی موجود از اون بهره مند بشید. مورد بعدی گوشت بوقلمونه. گوشت بوقلمون حاوی مقدار زیادی رویه، در این حال چربی و کالری پایینی هم داره. گوشت بوقلمون علاوه بر روی حاوی مقدار زیادی پروتئین بوده و منبع خوبی از ویتامین های B12، A، B1 و مواد معدنی مثل سلنیوم، منیزیوم، مس، آهن، پتاسیم و اسیدامین است. بریم سراغ مورد بعدی، زرده تخم مرغ. زرده تخم مرغ مفید برای کمبود روی. زرده تخم مرغ یکی دیگه از مواد غذایی که برای جبران کمبود روی مفیده. زرده تخم مرغ حاوی تمام ویتامین های موجود در تخم مرغ. سایر مواد غذایی که حاوی روی هستند مثل صدف خوراکی، گوشت گاو کباب شده، غلات صبحانه، لوبیا، ماست، نخود، جوی دو سر و شیر. دیگر مواد غذایی حاوی زینک شامل ماست کمچرب، دانه کدو تنبل، بادام و پنیر چدار. میتونید این مواد غذایی رو به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید. با مصرف مواد غذایی متنوع از جمله گوشت کمچرب، میوه، سبزیجات و محصولات لبنی میتونید زینک لازم برای بدن رو از طریق رژیم غذایی روزانه خودتون تامین کنید. روی به عنوان عنصری که میتونه در پیشگیری و کمک به بهبود سریعتر سرماخوردگی نقش داشته باشه شناخته میشه، اما این ماده غذایی جنبه‌های فراتر از تقویت سیستم ایمنی بدن رو هم در بر میگیره. دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا، امیدوارم از اطلاعاتی که در این ویدیو در اختیار شما عزیزان قرار دادیم لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.